چون این است نشانه سقوط حتمی و مرگبار طالبان. طالبان جبهه مقاومت حمایت مردمی ندارد. احمدی مقاومت نماد استادگی مردم آزاد است. باز هم امرالله صالح دروغ میگوید و در پایان مشوره های پلاستیکی مسعود اندرابی و طالبان. به نام خدا با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان می نویسد مشوره های پلاستیکی مسعود اندرابی با طالبان. حالا به درستی می توان فهمید که حکومت درغل بابا چقدر میان تهی بوده است که وزیر داخلش حتی در حد یک تاکسیران کابل از اوضاع اطلاع ندارد. مسعود اندرابی در افغانستان انترنشنال به پوچگویی مشغول است و طالب توصیه می کند که افغانستان را نجات دهد و طالبان پیشنهاد تشکیل یک حکومت خوب می دهد. در زمان حکومت پدرخوانده‌اش اشرف غنی همین حرف ها را می زد. می گوید که در بین طالبان برخی افراطیون هم هستند که باید طالبان نگذارند کارهایی کنند که جلو حکومت همشمول را بگیرند، از نفرات اردوی سابق اردو بسازند. خیال می کند که طالب با پاکستان به دهان مسعود اندرابی سیل دارد. مشوره های پلاستیکی را به طالبان پیشکش می دهد. مسعود اندرابی بر روی خود نمی آورد که طالب از کجا آمده، برای چه مأموریت آمده و کلیت فرهنگ و مدنیت افغانستان چگونه در خطر اضمحلال قرار دارد. اصلا معلوم نبود چی می گوید. در همین حال گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه دیگر می گوید که باز هم امرالله صالح دروغ می گوید. در این مورد روی همه معلومات استخباراتی صالح خط بطلان می کشیم که اگر واقعا چون این نادرست بوده باشد. امرالله صالح در آخرین نوشته است، در توییترش نوشته است که ثناءالله از شکردر است و خانواده او هم در پاکستان. اولین خبر موثق را 2 سال قبل در مورد ثناءالله خبرنامه افغانستان نشر کرد که در آرشیو این خبرنامه است. ثناءالله یا همان دکتر شهاب المهاجر فرزند جبارخان از ولسوالی سرای خوجه است و پدر و مادر و خانم او همکنون در کابل زندگی می کنند. سیف الرحمن حبیبی یک تن از چریک های کارکشته او از شکردر است که تا 4 ماه قبل نیز در خانه حکمتیار مسئول مجالس حکمتیار بود. کارت اسلحه ثناءالله توسط معاونیت اول ریاست جمهوری صادر شده و تاریخ نیز درج است. امرالله صالح باید از زیر دستانش پرسان کند که چرا و چگونه این کارت صادر شده است. ثناءالله از نظر تبوری پشتون و از تیر خروتی است که با گلبدین حکمتیار از یک قوم می باشد و پدرش نیز از مجاهدین مشهور حزب اسلامی در شمال کابل بوده. هنوز هم دو شاخه چریکیشان به سرکردگی نوراغا محمود از قره‌باغ و حاجی اسلامیار از شکردره در کابل فعال هستند. مهم این است که همه اعضای داعش در شمالی سابقه عضویت حزب اسلامی حکمتیار را دارند. حالا معلوم نیست که به دستور حکمتیار با داعش همکاری میکند یا از طرف ISI برای کدام پروژه کلان دیگر جذب شدند. این در حال است که روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد طالبان میگویند جبهه مقاومت حمایت مردمی ندارد. از سوی هم صبغت الله احمدی گفته است مقاومت نماد استادگی مردم آزاد است. جبهه مقاومت ملی در واکنش به اظهارات سهیل شاهین نامزد نمایندگی دائمی حکومت سرپرست طالبان در سازمان ملل متحد میگوید که مقاومت اعضای این جبهه نماینگر استادگی مردم آزاد است. جبهه مقاومت ملی در واکنش به اظهارات سهیل شاهین نامزد نمایندگی دائمی حکومت سرپرست طالبان در سازمان ملل متحد میگوید که مقاومت اعضای این جبهه نماینگر استادگی مردم آزاد افغانستان است. صبغت الله احمدی رئیس روابط استراتژیک و سخنگوی جبهه مقاومت ملی روز جمعه 5 قوس در گفتگو با روزنامه 8 صبح گفت که اعمال محدودیت از سوی طالبان در پنجشیر و اندراب بیانگر ترس طالبان از مردم است. با گفته او مردم از ظلم و بی‌عدالتی و کشتن مردم بیگناه به دستور و به سطوح آمدند و این جبهه در حال حاضر نماد استادگی مردم آزاد افغانستان شمرده می شود. خبرگزاری تاس روسیه 5 شنبه 4 قوس به نقل از مسئولان بلندرتبه طالبان گفته بود که جبهه مقاومت ملی در حال حاضر حمایت مردمی ندارد و با طالبان درگیر نیست.
سهیل شاهین تأکید کرده بود که چیزی به نام مقاومت ملی در روی کاغذ وجود ندارد و اعضای این جبهه اکنون در جاهای نیستند که قابل رویت باشند. وی همچنان در گفتگویش تصریح کرده بود که جبهه مقاومت ملی به مردم افغانستان ارزش نمی‌دهد. شاهین رسانه ها را به شایعه پراگنی متهم کرد و گفت که شبکه های اجتماعی و رسانه اخبار جعلی را در مورد جبهه مقاومت ملی نشر می کنند. با باور سهیل شاهین وضعیت دره پنجشیر که پایگاه جبهه مقاومت ملی محسوب می شود عادی توصیف کرده است و هواداران این جبهه در خارج کشور از واقعیت موجود در پنجشیر یا سایر نقاط کشور بخبرند. گفتنی است که پس از سقوط حکومت پیشین احمد مسعود برای مقابله با طالبان جبهه مقاومت ملی را در پنجشیر اساس گذاشت و مدتی در برابر نیروهای طالبان مقاومت کرد، اما سرانجام طالبان توانستند مرکز پنجشیر را تصرف کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست طالبان در ماه میزان سال جاری اعلام کرد که جبهه مقاومت ملی شکست خورده و به این ترتیب مقاومت علیه طالبان در کشور پایان یافته است. با این حال احمد مسعود این ادعاهای طالبان را رد کرد و مدعی شد که جبهه مقاومت ملی پا بر جا است. اعضای این جبهه همکنون در بخشی از دره های پنجشیر و کوههای هندوکش حضور فعال دارند و هر از گاه در ویدیوها ظاهر می شوند. با گفته مسئولان جبهه مقاومت ملی، اعضای این جبهه حملات چریکی را در نقاط مختلف بالای نیروهای طالبان انجام می دهند. گفتنی است که احمد مسعود در جریان ماه‌های اخیر به منظور کسب حمایت از این جبهه به کشورهای منطقه نیز سفر کرده بود. و در پایان گزارشنامه افغانستان در یک خبرنامه می نویسد: چنین است نشانه سقوط حتمی و مرگبار طالبان. ملا محمد یعقوب فرزند ملا محمد عمر، مؤسس امارت اسلامی و سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید اگر همه دنیا مقابل ما بیستند، ما هرگز از ارزش های اسلامی و ملی کوتاه نمی آییم. ما هم امیدواریم که ارزش های اسلامی و ملی کوتاه نیاید و این امر زمان محقق می شود که دست پاکستان را کوتاه کنیم. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.